جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا در انتخابات داخلی حزب کارگر از رقیب خود کوین راد شکست خورد و رهبری این حزب را به وی واگذار کرد وی پس از این شکست گفت من در هفته های آینده فرصت بازگشت به خانه و حوزه انتخاباتی را خواهم داشت این فرصتی خواهد بود که به مردمی که از سال 1998 افتخار نمایندگی آنها را داشتم سلامی دوباره بگویم و همزمان از آنها خداحافظی کنم نخست وزیر استرالیا پیشتر گفته بود در صورت شکست در این انتخابات در اون حزبی از سیاست کنار گیری خواهد کرد کوین راد با 57 رأی مثبت جانشین جولیا گیلارد شده است. به این ترتیب وی ای رهبری حزب کارگر را در انتخابات پارلمانی 14 سپتامبر در این کشور خواهد داشت و در صورت پیروزی این حزب در این انتخابات ممکن است به عنوان نخست وزیر آینده ای استرالیا نیز انتخاب شود.